به نام خداوند بی همتا و یکتا و درود می فرستیم به حضرت محمد صلی که نخستین معلم بشریت هست شاگرده عزیز السلام علیکم امیدوار هستم همتان صحت و سلامت باشین و نکات بهداشتی را هم مراعت بکنین و حال که در هنوز هم در خانه بسر میبرین در سایتان با خود تکرار بکنین در سایتان بخوانین تا با یک آمادگی کامل بخیر زمانی که مکاتب شروع میشه شما با مکتب بخیر بریم و هم میتونین که در کارهای خانه با مادر جان و خوارایتان هم کمک بکنیم با و بی امید باز هم درس آغاز میکنیم قبل از اینکه درس امروز آغاز بکنیم یک مرور کوتاه به درس گذشته خود میکنیم خوب شاگردای عزیز دختران بسیار دوست داشتنی درس گذشته ما شما چی بود بله در گذشته ما شما اوضاع عربستان قبل از اسلام بود شما در او درد خواندین که عرب ها در جاهلیت به سر می بردن ها را می ساختن ها را پرستش می کدن دختران نوزاد خدا زنده به گور می کدن هیچ حقوق به ها قائل نمی شدن امرای غلامان ردی غیر انسانی داشتن و از نگاه اجتماعی هم و یعنی دک نابسامانی های در زندگیشان وجود داشت یعنی اکثریت مردم وقتی زورمندان یعنی قدرت زیاد داشتن و خاطر به دست آوردن مال بنا اینا میتونستن به مال هر کس دست بکنند بکنن یا تجاوز بکنن و اینا از هر گونه مسئولیت برخوردار بودن و قوانین که اینا وضع میکردن و ضد مظلومان او را به کار میبردن وقت عرب ها در یک زندگی نابسامانی هایی که از لحاظ اجتماعی انحرافات اخلاقی ظلم و ستم به سر می بردن در این زمان چی شد شاگرده عزیز؟ شما خاندین در درست گذاشته بله در وقت بود که از طرف خداوند به حضرت محمد صلی اللہ علیه دین مبارک اسلام ابلاغ کردید و این دین نه تنها برای مسلمین و مؤمنین نبود بلکه بر تمام انسانهای کره زمین نازل شد که با آمدن دین مقدس اسلام نابسامانی ها و ظلم و ستم و زنده به کردن دختران منع قرار داده شد چون این دین به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ابلاغ شده پس امروز ما شما دست ده در مورد زندگانی پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شروع میکنه پیش از که درس آغاز بکنیم شاگرد عزیز باز هم مواد درسی کتاب و قلم و کتابچه را با خود داشته باشین تا نکات عمده درس در جریان درس یادداشت بکنیم پیش از که درس آغاز بکنیم اهدافی برای این درس تعیین کردیم که تا ختم درس ان به این اهداف باید ما شما برسیم صنف ما هفتم است مضمون تاریخ و موضوع ما زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه صفحه بیستش درس ۲۶، صفحه ۶۱ الى ۶۲ کتاب تاریخ صنف اهداف آموزشی که برای درس پایین کردیم، شاگردان الا ختم درس باید به اهداف ذهن دست یابد. اولی که آشنایی شاگردان با اسم، شجره، نصب، چگونگی و وضع مدنی فامیلی و فامیلی گرامی آن حضرت صلی اللہ علیه وسلم. آشنایی شاگردان با اوصاف و فضایل حمیده آن حضرت صلی الله علیه و آشنایی شاگردان با نخستین افرادی که به دین مقدس اسلام مشرف شدند بود اهدافی که برای دید درس شاگرد عزیز تعیین کرده بودیم آل درس نو خود که زندگانی حضرت امام صلی الله باز هم با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بخیر آغاز میکنیم خب شما متوجه تصویر باشین آیا این تصویر جای دیدین در موردش معلومات دارین یا خیر بله شاگرده عزیز این مسجد مسجد نبوی هست که در مدینه منوره موقعیت داره و حضرت محمد صلی الله این مسجد اعمار کردن که بعد از مسجد الحرام دومین مسجد در جهان اسلام هست و البته مرقد مبارک حضرت محمد صلی الله هم در این مسجد موقعیت دارند و همچنان خانه حضرت علی و بیبی بی فاطمه و زهرا هم در جوار همین مسجد نبوی موقعیتشان است خب میم سر زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه که حضرت محمد صلی الله علیه یا رهبر بزرگ عالم بشریت پسر عبدالله نواسی عبدالمطلب بود رهبر بزرگ عالم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و در سال 571 میلادی چشم به جهان کوشیدند یا با تولدشان جهان منور گردید مادر حضرت محمد صلی بی بیبی علیه امنه نام داشت خوب میشه شکل شما بگن که نام پدرشان و نام پدرکلانشان چی بود؟ بسیار خوب مدینه جان میگن که نام پدرشان عبدالله و نام مادرشان بیبی بی آمنه بود بسیار خوب و نام مادر رضاییشان چی نام داشت؟ آیا از درس های گذشته یا سال های گذشته باید مانده؟ بله دخترهای خوب بیبی بی حلیمه نام داشتن که در شهر سالگی مادر خدا از دست دادن و پدرشان عبدالله قبل از ولادت عبرت ماما صلی اللہ علیه سلام فوت نمودن وقتی که سرپرستی از نا به دوش پدرکلانشان ابو طالب بود ما زمانه که حضرت محمد صلی اللہ وسلم ساله میشه پدرکلانشان نیز فوت میکنن و سرپرستی از اینا به دوش کاکایشان کی بفته یا کی اهده دارش میشه؟ بسیار خوب ابو طالب ابو طالب سرپرستی حضرت محمد صلی علیه به اهده خب حضرت محمد صلی در سن 25 سالگی با بی بی خدیجه یا بی بی خدیجه کبرا که زن با عزتی بود ازدواج میکنه و اولین زن که در جهان اسلام به دین مبین اسلام مشرف شدن میفهمین کی بوده؟ بله بسیار خوب امی حضرت بی بی خدیجه اولین زن یا اولین خانم بودن که دین مقدس اسلام را و ایمان آوردن خلبت تمام اولادهای های حضرت محمد صلی الله علیه از بطن بی بی خدیجه بود و دنیا آمدن تنها ابراهیم یگانه فرزندی است که از بطن بی بی ماریه به دنیا آمد خلبت شاگرده عزیز شا عادثات زیاد در حیات زندگانی قبل از بیست حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رخ داده که وقتی که شخصیت عالی آن حضرت صلی در بین مردم مکه و مدینه برجسته ساخته ایمی حوادث یکی از این حوادثی که بگه امانتداری و راستگویی حضرت محمد صلی باعث شد که سرپرستی تجارت حضرت بی بی خدیجه را و عهده بگیره خب باز هم شما یک تصویر می آیا این تصویر جایی دیده یا در موردش چیزی شنیدین شما خوب به تصویر توجه بکنه. بله، قسم که شما گفتید. دخترای خوب، ببینید قسم که امسل پیگکتان گفت، بله این سنگ حجر الاسود هست. سنگ حجر الاسود، در موردش مختصر یک معلومات بر شما میدم. حجر در عربی به نام سنگ است و اسود سیا. یعنی سنگ سیاهی هست که در گوشه شرقی کعبه گذاشته شده و یک متر از سطح زمین بلندی داره یا ارتفاع داره و تواف و دور کعبه هم از این نقطه آغاز میشه در او زمان بالای گذاشتن سنگ حجر الاسود بین قبایل یا سران قبایل نزار رخ داد که عطا به برخوردهای متلهانه نزدیک بود تبدیل شود اما حضرت ما صلی با تدبیری که داشت چادر خدا اوار میکنه و سنگ حجر لسات در اون میگذاره و بر سران قبایل میگه که از هر گوشی ازی محکم بگیرن و سنگ حجر لسات به جهش بدارن همو بود که نزاع بین سران قبایل حل شد البته با تدبیر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و به این ترتیب وقتی که اینا سنگ در بین چادر گذاشتن و سران قبایل گرفت نورا را به جشن ماندن هم حل گردید باز هم به با تصویر توجه بکنید شاگرده عزیز چی را میبینید در تصویر؟ بسیار خوب تصویر یک غار هست و او غار به نام چی یاد میشه؟ بسیار خوب غار هرا آیا کسی میخوامه غار هرا چی بود؟ که اونجا می رفت؟ چی میکردن؟ بله، غار است که حضرت محمد صلی اللہ علیہ در اونجا می رفتند و با عبادت می فرداختند. و بالاخره حضرت محمد صلی اللہ در این غار بودند که در عمر چل سالگی یعنی چل سال داشتند که به پیغمبری مبعوث گردیدند یعنی از طرف خداوند و پیغمبری برگزیده شدند و این معمولیت الهی توسط جبرائیل امین بر حضرت محمد سلام ابلاغ کردید حضرت محمد صلی, اللہ وسلم محمد صلی اللہ وسلم در آغاز دعوت یعنی مردم وقتی به دین اسلام دعوت می کرد، مشکلات زیاد متحمل شد ولی بدون وقفه به انتشار دین مبین اسلام پرداخت و اولین مرد که ایمان آورد کی بود؟ حضرت ابو بکر صدیق از خانما کی بود؟ پیشتر خانده؟ بله از خانما حضرت بی, خدیجه و از مردان حضرت ابو بکر صدیق و از پسران یا خردسالان کی بودن؟ بسیار خوب حضرت علی بودن که به دین مب... مبین اسلام مشرف شدن باز هم شما یک تصویر می بینن میفهمین کجا هست؟ بله تصویر کعبه شریفه را بینن که در مکه معظمه موقعیت دارن چون گفتیم که وقت حضرت ماماستان مردم به دین اسلام دعوت میکدن مشکلات زیاد را متحمل شدن و بالاخره مجبور میشه که از مکه معظمه به مدینه منوره هجرت بکنند این هم تصویر یکی از شهرها یکی از قسمت های مدینه منور است که شما در تصویر میبینید اینا از مکی معظمه با مدینه منوره مهاجر شدن یا هجرت کردن. که مردم مدینه منوره را به نام انصار یاد میکنند انصار یعنی کمک کننده و خاطر انصار یا کمک کننده میگن که اینا با مهاجرین که از مکی معظمه به مدینه منوره هجرت کردن، با اینا کمک های زیاده نبودند و حضرت امام اسلام در سال 621 الی 622 یعنی از مکه معظمه به مدینه منوره هجرت کردند که نمی مقطع مبدی تاریخ اسلامی تعیین شد وقتی ما شما میگیم سنه هجری شمسی یا هجری قمری یعنی از اون تاریخ گرفته شده که حضرت محمد صلی الله علیه از مکه معظمه به مدینه منوره هجرت کردند و در سال اول هجرت بود که قانون الهی در مدینه منوره نافذ کردید و بالاخره حضرت امام صلی الله علیه و به عمر 63 سالگی دنیای فانی را ودا میگن و از دنیای فانی رحلت میکنن کی بود شاگردای بسیار خوب و دخترای عزیز در سه امروز ما شما پیرامون زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه امید و امیدوار معلوماتان در قسمت زندگانی حضرت محمد صلی الله شده باشه و با معلومات اسلامی شما افزوده باشه پیش از اینکه درس ختم بکنیم با هم مثل درس های گذشته چند سوال کارخانگی براتان آماده ساختیم شما را با کتابچه های خودتان یادداشت بکنید و بعد روز آینده سوالا ها را در کتابچه حل بکنید یا جوابشان را نوشته بکنید خب سوال اول است که حضرت محمد صلی الله علیه چند سال داشتند که از جانب خداوند جل جلاله با پیغمبری مبعوث گردیدن پر سوال را میکنیم چند سال حضرت محمد صلی در کدام سال متولد شدند و سوال سوم حضرت امامو صلی اللہ وسلم در سن چند سالگی با بی خدیجه ازدواج نبودن و در سن چند سالگی از دنیا رحلت کردند. این بود سوال های کارخانگی شما شاورده بسیار خوب ایره با خود اطمال یادداشت بکنید و بر روز آینده جوابه دیره در کتاب نوشته بکنید تشکر از توجهتان شاورده خوبم ای که باد هم در حضور شما آذر میشم و به درست دیگه خود می میدیم از حضور شما فعلا مرخص میشم شما را به خداوند مهربان میسپارم خوش و موفق باشین شاگردای عزیز